به نام خدا. این بخش از آموزش فنون کشتی به آموزش گارد اختصاص پیدا میکنه. گارد در ورزش کشتی شامل گارد کشتی آزاد و گارد کشتی فرنگی است که خودشون تقسیم بندی های متفاوتی داره. اگر هر دو کشتیگیر چپ گارد باشن، معنیش اینه که پای چپ هر دو جلو هستن. نشون بدید پای چپتون رو بذارید جلو. به این حالت بهش میگن گارد موافق، هر دو چپ گارد هستن. اگر پاهای راست رو بذارن جلو، هر دو راست گارد هستن و بازم گارد موافق رو دارن. اگر هر دو جفت گارد باشن، هر دو پاها در یک خط قرار بگیره، هر دو جفت گارد هستن، بازم اینم گارد موافق حساب میشه. در نتیجه ما سه حالت گارد موافق داریم. ولی اگر یک کشتیگیر راست گارد باشه و کشتیگیر مقابل چپ گارد باشه، یعنی پاها موازی هم قرار بگیره در مقابل هم، این حالت میگن گارد مخالف. برعکس اگر ایشون چپ گارد باشه، ایشون هم راست گارد باشه، بازم میگن گارد مخالفه. یعنی یا کشتیگیر مجری فن راست گارده و کشتیگیر مدافع چپ، یا برعکس مجری چپه و مدافع راست، که این حالت میگن گارد مخالف. یه حالت دیگه هم داریم، گارد مختلطه، که یکی از دو کشتیگیر جفت گارده، یک کشتیگیر یا چپ گارده در مقابلش وای میسه یا راست گارد وای میسه. این حالت هم میگن گارد مختلط. در کشتی آزاد گارد بسته است، یعنی ما دو نوع گارد داریم، یکی گارد بسته که مربوط به کشتی آزاده و یه حالت هم گارد باز یا نیمه بازه که مربوط به کشتی فرنگی میشه، که اصطلاحاً گارد باز و نیمه باز رو بهش میگن گارد کشتی فرنگی و گارد بسته رو میگن گارد کشتی آزاد. گارد کشتی آزاد بگیرید شما. این باید حتما از زانوهای خمیده شروع بکنن. این یک زنجیره حرکتی از مچ پا شروع میشه تا سر، که همه این قسمت‌های بدن باید رعایت بشه. سر نباید بیش از حد جلو باشه یا به پایین باشه. این سر الانشون رو به بالا گذاشته. مرکز ثقل باید دقیقاً که در ناحیه لگن قرار داره، عمود بر مرکز سطح اتکا قرار بگیره. این سطح اتکا مرکزش اینجاست. اگر مرکز ثقل عمود بر مرکز سطح اتکا باشه، طبیعتاً تعادل وضعیت خوبی خواهد داشت. ببین در این حالت اگر برعکس اشتباه بکنه کشتیگیر، زانوها رو صاف قرار بده، اینجا ناخودآگاه برای آوردن سطح پایین گارد کمرش به جلو خم میشه و خروج مرکز ثقل از مرکز سطح اتکا اتفاق میفته و در نتیجه با یک قوس ساده تعادل حریف به هم میخوره. در کشتی فرنگی گارد یا بازه یا نیمه بازه. ببین اینجا دستای کشتیگیر فرنگی، ببین آرنجا بسته است، زانوها خمیده است و سر بالا، قوزم نمیزنیم و ستون فقرات راست. اینجا هم باز همون حالته، یعنی مرکز ثقل باید عمود بر مرکز سطح اتکا باشه. سطح اتکا که پاها هستن، ببین پای گارد مستقیم به جلو و پای غیر گارد که عقب هست، ببین تو این حالت اگر این دوتا پا خطی رو رسم کنیم، ببین این زاویه که اینجا وجود داره باید بین 60 تا 90 درجه باشه. در نتیجه در یک وضعیت تعادلی خوبی کشتیگیر قرار میگیره. حرکت روی گارد به شکلیه که الان ایشون اگه بخواد حرکت بکنه به جلو، باید پای عقبی رو بیاره نزدیک کنه، بعد پای جلوی رو میتونه ببره جلو. ولی اگر قرار باشه با پای عقبی حرکت کنه و یورش ببره، میتونه پای عقبی رو برداره و بذاره جلو و یا کمر بگیره و یا حمله به حریف داشته. اینجا دقت کنید، اگر حرکت به جلو میخواد اتفاق بیفته، یا با پای گارد میخواد انجام بشه یا با پای غیر گارد. با پای گارد اگر بخواد انجام بشه، چون فاصله پا زیادتر میشه، این امکان وجود نداره. حتما باید پای عقبی اول بیاد، بعد پای جلوی حرکت میکنه. ولی اگر قراره با پای عقبی استارت بزنیم،
پای عقبی حرکت میکنه و یک گام به جلو میتونه کارش رو انجام بده. حالا در ارتباط با حرکت به عقب، به هیچ وجه کشتیگیر نباید به عقب حرکت بکنه. اگرم مجبور شد در اثر فشار حریف قدرتش نرسید و مجبور شد به عقب حرکت کنه، فقط چرخش به عقب داره. ببین، پای جلوی گارد ثابت میمونه و فقط چرخش به عقب داره. پس ما میتونیم در حرکت روی گارد یک چرخش به جلو داشته باشیم که روی پای گارد اتفاق میفته، و در حرکت به عقب یک چرخش به عقب داشته باشیم. بسیار خوب.